رادیو همراه. بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام عرض کردم آقای دکتر. سلام، بفرمایید. وقت جناب عالی بخیر. اولا میخواستم چیزی هستم از خدمتون، خداوند از عمر به من کم کنه و به عمر شما اضافه کنه که بسیار. حالا شما فکر میکنید از این خبر اگر بود که خیلی خوب بود. نه دیگه، امیدوارم که باشه. بران ممنونم از محبت و لطفتون. مرسی، بفرمایید. آقای دکتر، من الان چندین ساله که با شما آشنا هستم و واقعا شبا با گوش دادن به برنامه های شما میتونم آرام بگیرم، یا راهنمای خیلی خوبی بودید. من 53 سال سن دارم، مادر 5 تا بچه هستم، 4 تا نوه دارم و ازدواج دومم بوده. اومدم اروپا، سوئد زندگی میکنم، از خانواده خیلی بی‌بندوبار چرس کنم، خیلیش نمیدونم چجوری بگم، خیلی سخت بود. گذشته خیلی سخت توی خانواده ای داشتم. همیشه آرزو میکردم یکی یا پدرم یا مادرم بمیره که من دیگه از این وضعیتی که داشتم تو خانواده راحت شم. اینقدر با هم دعوا میکردم، کتک کاری بود، فوش بود، دیگه نداری و بدبختی و همه چی. متاسفانه تو سن 13 سالگی منو مجبور به ازدواج کردم، به خاطر اینکه وضعیت رو، من کرد سنندج هستم، اونجا یه جوری بود پدرم که باید ازدواج کنه چون اگه بگیرنش آبروم میره و ندارم هزینه بدم. و به هر حال شاگرد ممتاز مدرسه بودم و دوست داشتم درس بخونم. معلم انگلیسی من فرستاد دنبال پدرم، گفت اگه برات مقدور نیست که ایشونو بتونی نگهداری کنی، من حاضرم که به عنوان بچه خودم، به عنوان دختر خودم. همین باعث شد که پدرم عصبانی بشه و منو از مدرسه بیرون آورد. تا کلاس پنجم ابتدایی درس خوندم، زیاد سواد ندارم، زندگی خیلی سختی داشتم. 13 سالگی ازدواج کردم، 14 سالگی دختر بزرگم رو به دنیا آوردم. تو زندگی خیلی خیلی سخت مثل یه برده کار میکردم تو خانواده مادر شوهرم. بهم گفته بودن خانواده شوهر به اصطلاح 18 کیلوی نمک به اندازه تک تک اون نمک باید شما سختی و کتک و فش و بیرا بشنوی تا بتونی زندگی آرومی داشته باشید. من همش هر روز گریه میکردم، کتک میخوردم، بچه بودم نمیفهمیدم. خانواده شوهرم با اونا زندگی میکردم توی اتاق. بالاخره زندگی خیلی سختی بود. اول ازدواجم، همون شب ازدواجم که هیچی بلایی که سرم اومد، بعد از این که بچم دنیا اومد، تمام کار اونا رو من انجام میدادم. یادم یه شب رفته بودم پایین ظرف بشورم، میترسیدم از تاریکی و از طبقه پایین. اومدم بالا دیدم دیر شده، ساعت 12 شب بود، شوهرم خوابیده بود، دخترم تو بود جاش خوابیده بود. جرأت نداشتم برق خاموش کنم، نه جرأت داشتم بخوابم، نه جرأت داشتم برق خاموش کنم. فقط گریه میکردم. بیدار شد شوهرم، گفت چیه داری گریه؟ گفتم تو رو خدا بلند شو منو بزن، خوابم میاد، میخوام بخوابم. یعنی عادت شده بود برام، فکر میکردم همین زندگی. نمیدونستم واقعا زندگی دیگه کسای دیگه چجوریه، چون تو خانواده بسته زندگی کرده بودن. تو سن پایین ازدواجم دادن، بچم به دنیا اومد، پشت سر هم سه تا بچه آوردم، چهارمی محامله شدم، پسر میخواست که متاسفانه سونوگرافی دادم، گفتن پسر نیست. بالگرد منو زد، بچم 6 ماه به دنیا آمد، بعد از 2 ماه تو دستگاه فوت کردیشون. هیچ موقع اون خاطرات بعد از یادم نمیره. بعد از اون دیگه نرفتم، من جدا شدم. با وجود اینکه هیچی هم بلد نبودم، اون موقع که باش زندگی میکردم، 13 سال با هم زندگی میکردیم اونجا که تو خانواده مادر شوهرم توی اتاق، این 13 سال پیش همسایه یاد گرفتم فرش ببافم، گلیم ببافم، هزینه خودم و بچه هم رو میدادم. ایشونم درویش بود، به محض اینکه فرش تموم میشد میفروخت، میرفتی به اندازه نمیدونم اون چیزی که باید میفرستاد برای شیخش توی عراق بود، بعد بازم مواد اولی میگرفت، من فرش میرفتم. به خاطر هزینه بچه هم که به دنیا میومدن هیچ کس رو نداشتیم، مثل یه برده بودم تو اون خونه. همیشه آرزو میکردم خدایا یه راهی به من بده که من بتونم، خودم تباه شدم، این دوتا بچه تباه نشن،
همش اومد 3 تا دختر آوردم. 13 سال با هم ازدواج کردیم. باش زندگی کردم توی 13 سال تو خانواده مادر شوهرم. فرش می بافتن، سختی زندگی، سرباز بود، رفت سربازی، خیلی با بدبختی زندگی مش ادامه دادم. بعد افتاد زندان سیاسی، حکمش اعدام بود. من با وجود اینکه دختر سومم حامله بودم، شرایط خیلی سختی داشتم. هر روز میرفتم دادگاه انقلاب. تو دادگاه انقلاب کیسه آبام پاره شد، منو بردن بیمارستان. انقدر منو قول میدادن که حق نداری بیا اینجا. حکمش اعدام بود. انقدر رفتم تا اینکه مثلا فقط صبح حاکم شهر رو ببینم، یا مثلا مسئولی که می اومد ازش خواهش کنم. هیچ کس نبود به داد ما برسه. من با 2 تا بچه حامله خودم، وضعیت بحرانی، هر روز میرفتم اونجا تو هوای سر، تو برف، تو وضعیت خیلی وحشتناک. نداشتیم هیچی بخوریم، مستاجر میرفتن قابلمه رو خالی میذاشتم روی گاز، میگفتم بذار هم صاحب خونم نفهمه که چی نداریم. با بدبختی زندگی کردیم. به محض اینکه آزاد شد بعد از 1 سال، اونم به خاطر من و بچه‌هاش بخشیدن بهش. وقتی آزاد شد فقط یه مدت خیلی کوتاهی بود، بعد بازم مشکلات شروع شد. بی حرمتی، به اعتنایی، پسر میخوام تو نمیخوای، شر گفته 2 تا زن داشته باشن، دنبال این میرفت، دنبال اون میرفت. درویشم بود، هر هفته میرفت تکیه، میرفت نمیدونم با اون گروه هایی که باید می اومد. من 3 تا بچه به دنیا آوردم، تا 40م میرفت اصلا نمی اومد ببینه من بچه‌ام چجوریم. خودم تو خانواده مادر شوهرم من باید بلند می شدم، نمیتونستم استراحت کنم، کار اونا رو انجام میدادم چون دختر آوردم. به هر حال خیلی سختی کشیدم. آقای دکتر صدامو دارید؟ آره عزیز، آره عزیز، بسیار غم انگیز. بله، من دیگه با خوش بافی، با بدبختی، من حامله بودم، دختر وسطیم، نمیتونستم بشینم دیگه، نزدیک بود به دنیا بیاد. همش داشتم فرش میبافتم که بتونم هزینه زایمانم رو بدم. و صبح کار، شبام صبح ساعت 4 بلند میشدم فرش میبافتم، انگشتم خون میومد. کار میکردم با اون نخای فرش که مثلا بیهست بشه بتونم ببافم. خونی بود، همیشه جلوی فرشم خونی بود از وسط نخواب پوستم رو پاره کرده بود. شبم بافتنی میبافتم، هزینه‌مونو میدادم. ایشون اصلا اهل کار نبود. 2 سالشم که سرباز بود، اون هیچی، با 2 تا بچه حامله، بدبختی دنیا رو کشیدم. وقتی اومد یه شب همسایمون که پیشش فرش یاد گرفته بودم، من حالا خیلی بد بود، داشتم فرش رو میخواستم هر چیز رو زودتر تموم کنم. بعد دیدم ناراحت، گفت کلثوم چیز ناراحت نباش، میخواییم یه چیزی بهت بگیم. گفتم چیه؟ گفت شبا تو که نمیای بیرون، همه بیرونیم. یه همسایه داشتیم، خونش رو مستاجر داده بود، اجاره مستاجر اون خونه خواهری داشت که ایشون رفته بود با اون به هم ریخته بود، با هم ارتباط داشتن. گفت امشب بیا بیرون، به جای اینکه برید خونه کار کنه، بشین ببین چه وضعیه، ما دلمون میسوزه، تو این همه بدبختی میکشی، 2 تا یه بچه داری، بازم حامله، 2 تا بچه، به خاطر بچه‌ت شب و روز داری فرش میبافی، پیش ما یاد گرفتی، ما خیلی ناراحتیم، بیا ببین. وقتی رفتم اصلا دیگه همونجا داشتم بیهوش میشدم، بشکنی از من گرفت. مادرش گفت بهش خدا خیرت نده، داره سکته میکنه، چرا بهش گفتی زن حامله رو؟ من اومدم تو، داشتم سکته میکردم. ایشون که با اون خانه همه چی تموم شده اومد تو، گفت فقط برای اولین بار تو عمرم جرات نکرده بودم بهش تو بگم. فقط گفتم خجالت نمیکشی، منو با این وضعیت میبینی چقدر حالم بده، تو میری با اون به هم ریختی، به جای اینکه به من و زندگی اهمیت بدی. همون موقع یه هفته مونده بود به زایمانم، بالگز زد، افتادم رو زمین. همون موقع بالای شکمم مثل یه توپ اومد بیرون، اومد بیرون. منو بردن بیمارستان، گفت هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، باید زود زایمان کنه، بعد بتونیم عملش کنه. بعد از 2-3 روز من بیمارستان بستری شدم و بچه‌م دنیا آمد. دختر بود، اصلا نیومد دنبالمون، خانواده پدرم هم نمیپرسیدن، چون باشون دعوا کرده بود دیگه اونا هم نمیومدن. 3 روز گذشت تا اومد از بیمارستان. همین همسایمون که به من فرش یاد داده بود اومده بود، گفته بود به شوهرم خانم زایمان کرده چی آورده بود، گفته بود یه گربه ماده بازم آورده.
یعنی دومین دخترم اینو گفته بود، دیگه نیومدن. حالا بیاد از آخرین این دست بگذاریم، برای که به هر حال ببینید عزیز، همه آنچه که میفرمایید معلومه دیگه، در چه شرایط و محیطی بودید، چه بله نظری، احساسی، باوری، اعتقادی به زن و بچه و بله دختر و پسر و اینا داشتن، و معلومه که همه و همه بده بده بد بوده. خب بعد از 13 سال شما جدا شدید، چه کردید جدا 26 شدم. سال؟ بله بعد از اینکه من و زد بچه چهارمم افتادم بیمارستان و ایشون کیسه آبان پاره شد و بچه به دنیا آمد، 2 ماه تو بیمارستان بود، دیگه من نرفتم، رفتم خونه مادرم تو جهنم دیگه، نه یه خونه بوده اونجا بودم، نه میذاش بچه هامو ببینم. من با بدبختی دیگه فرش بافتم، گلیم بافتم، از طرف اداره کار فرستادن اونایی که مثلا فرش بافی بلد بودن و اینا، من رفتم گلیمی که اولین گلیم دستم اولین کارم بود بردم اونجا، به عنوان نمونه اول شد و یه شرکتی رو تشکیل دادیم به عنوان تعاونی فرش که اولین شرکت بود تو شهر خودمون. بعد من به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدم و کارم اونجا شروع کردم و طول کش همینطوری ادامه پیدا کرد. من اونجا فعالیتم رو شروع کردم به عنوان نایب رئیس و رئیس هیئت مدیره و بعد مدیر عامل، که بعد از 1 سال وضعیت خوبی پیدا کردم. ایشون منو طلاق نمیداد، 2 سال بود درگیر بودیم، بالاخره تمام با 2 سال این وضعیت طول کشید، ولی من کار میکردم، بیومد جلوی شرکت داد و بیداد میکرد، حتی بود گوشم الان مثلا گوشواره رو کشی تو خیابون بردش، نمیدونم دار قالی رو داده بودن بیرون برای بافت، همه رو از اونا گرفت، نمیدونم خونه دیگه اصلا هر چی که اون موقع جمع کرده بودم همه رو برد. بعد از این مدت که مثلا من اونجا کار شروع کردم و اینا، بر حال زندگیم نابود شد از دستش. بازم از صفر شروع کردم، خودم و بچه هامو ول کرد با 3 تا بچه دختر، یا می بردشون یا اذیتشون می کرد باز بر می گشت. بعد از من 3 تا ازدواج کرد، حالا 2 تا پسر داره، متاسفانه خودشان تصادف کرد، چند ماه پیش فوت کردن ایشون و من جدا شدم. با بچه هم زندگی می کردم، هرچند نمی زاشت یا می زاشت می اومد، فقط از لحاظ مادی 1 سال و نیم طول نکشید. من به خاطر کمک هایی که از چندین انسان خوب، یکی از تاجرایی که واقعا تا عمر دارم مدیونشون هستم، ایشون تو آلمان بود به عنوان به اسم آقای احد حیدر نامی و هادی حیدر نامی، که اینا واقعا به من کمک کردن، زندگی خودم و بچه هامو تغییر دادن. براشون مثلا بافنده داشتیم، فرش میبافتیم، نقشه های خوبی بهمون بهم دادن. من فعالیتم از اون طریق به هر حال شروع کردم، با وجود اینکه سواد درست حسابی هم نداشتم، 5 کلاس بیشتر سواد نداشتم، ولی شروع کردم، تونستم باشون کار بکنم. با خیلی از بازاریا کار میکردم، آلمان، نمیدونم آمریکا، انگلیس. سال 74 بود به عنوان مدیر عامل نمونه از طرف استان کردستان من برای نمایشگاه معرفی شدم، رفتم اونجا، زندگی خوبی برای خودم و بچه‌ام بالاخره فراهم کردم، گفتم خودم تباه شدم، نمیذارم شما بچه‌ام من آخه ما وارد این جزئیات نشیم. شما این بله. که میگید رفتم، قصدتون اومدید به اروپا در سال بله بعد از چندین سال که من هر سال می اومدم برای نمایشگاه فرش می آوردم به عنوان مثلا متوجه شدم. الان چند سال اروپا هستید؟ الان از 2005 من اروپا هستم، اومده بودم آلمان که از اونجا دعوت شدم سوئد، از سوئد با توسط چند نفر مثلا یکی رو به من معرفی کردم و من نبیه وارد این جزئیات نشید چون اینا برای شنونده ها که معنایی نداره از بله. حالا به هر حال شما از آلمان اومدید، برای در چه مدتی در سوئد هستید؟ الان حدود از 2005 به این ور من سوئد هستم، با یه آشنا شدم دیگه، ازدواج کردم. اول اصلا که اومدم اینجا نمیخواستم، رفتم، هرچند نفر گفتن که بیا این موقعی، گفتم نه من قصد ازدواج ندارم، برگشتم نه. ایران. تلفنی نه بیا وارد بحث و گفتگوها نشیم. ای ازدواج کردی پس ازدواج کردی، چند سال ازدواج بله. کردی؟ بله از 2005 ازدواج کردم، بعد از اون بازم مشکلات شروع شد. فقط 3 ماهی که من اینجا بودم با این آقایی که ازدواجم بود، دومین ازدواجم بود که باش زندگی رو تشکیل دادم،
فقط 3 ماه اول بود دیگه. بعد از اون که برگشتم ایران کارم درست بشه، با وجود اینکه ایران هیچی نمیدونست من ازدواج کردم، چون خودش گفته بود نگید چون من سیاسی هستم احتمال داره نذارن بیاید بیرون اینا، و متاسفانه حامله شده بودم اون موقع و تو شرایط روحی خیلی بدی قرار داشتم. رفتم ایران، ایشون نمیپرسید، خانوادهش میومدن، مادرش، خواهرش، بالاخره من مرتب بیمارستان میافتادم، کسی نبود بپرسه، تا اینکه برگشتم از 7 ماهگی که بچه هم 2 قلو هستن، 7 ماهگی برگشتم سوئد. برگشتم سوئد بعد از 7 ماه که من رفته بودم ایران و اومدم، آقام وقتی اومد فرودگاه با برادر شوهرم و اینا برگشتیم خونه، اونا رو رسوند خونهشون، بعد اومد اصلا نپرسید بگید تو وضعیت، تو شرایط، چه شرایطی بودی، تو چه وضعیتی بودی، با اون همه با آخه عزیزم ببینید، ما تو برنامه بله. رادیویی که نمیتونیم ببینیم یه روزی اون اومد بله آقای دکتر. اصلا اهمیت داد یا نداد، شما بله. یه توضیح بله. داد بله. حالا خب شما الان سوئد هستید و بله. الان سوئد هستم، من 2 تا بچه دارم. بچه های دوقلوتون پسرن یا دخترن و چند سالشونه؟ یه دختر یه پسر که به زودی 16 سالشون میشه. بس همون موقع که اومدم اینجا، یعنی برگشتم حامله بودم، اومدم بچه ها به دنیا اومدن، دختر کوچیکم که 15 سالش بود اون موقع با اقامت اومد اینجا، دختر وسطیم 23 سالش بود آوردمش اینجا. بعد از 2 ماه که اینجا بود یه اتفاق ناگواری برام افتاد. از اون موقع تا حالا من دچار افسردگی و حتی دست خودکشی زدم تو اون شرایط که این اتفاق برام افتاد. ساعت 2:30 شب بود شوهرم برگشت از سر کار. همیشه مثلا یا شب کار میکرد یا صبح کار میکرد، ایشون رو اتوبوس کار میکرد. بعدش من با بچه های کوچیکم خوابیده بودم، ایشون هم داشت درس میخوند که فرداش بریم تحویل اداره مهاجرت بدیم بمونه. دخترم که 23 سالش بود بلند شدم عوض میخوام برم دشوی، دشوی این بر، گفتم این بر رو نرم، برم اون طرف که بچه ها بیدار نشن. وقتی رفتم دخترم گرفته، مادر شوهرم هم اونجا بود، اون شب خوابیده بود توی اتاق. اون صحنه رو که دیدم هی میگفت بلم کن تو رو خدا، الان مامانم یاد بلم کن، بهش بهش رو آورده بود تو راه رو. من وقتی اون صحنه رو دیدم افتادم، نتونستم هیچ کاری بکنم، لاله شدم. خودش هم شد که شد رفت تو آشپزخونه، 48 ساعت تو آشپزخونه نیومد بیرون، هیچی هم نخورد. من هم نمیدونستم، فقط تنها کاری که تونستم گفتم بمیرم، چون تازه اومده بودم، فرهنگ اونجا رو داشتم، نمیدونستم چیکار کنم. داد میداد درگیری زدم خودم رو بکشم، اومد نزاشت، نجات هم داد، الان هم دست جاش مونده. دخترم از اون موقع دیگه رفت از خونه و من این رو موند رو روحیم، هر کاری میکردم نمیتونستم فراموش کنم، لحظه به لحظه اون خونه، لحظه به لحظه، هر موقع که میومد میگفتم خدای این کارم کرده با اون چیکار کرده، یعنی اینطوریه. این اتفاق 2008 افتاد ولی من باش زندگی کردم تا 2012، نمیتونستم، هیچ اراده ای نداشتم، نه اعتماد به نفس، نه اراده، هیچی. من تو اون شرایط تو کردستان میتونستم رو پای خودم واستم، 3 تا بچه رو بزرگ کنم بدون اینکه به کسی اعتنا کنم. گفتم خودم این بچه رو آورده بودم، از لحاظ وجدانی از وجدان داشتم، از اون برم جرأت نداشتم هیچی بگم. فقط صبحش که داشتیم میرفتیم اداره مهاجرت، قبل از اون هماهنگ کرده بودیم با یکی از دوستای خودش که همدیگره دختر کوچیکم بود تو سوسیال، ایشونم باشون مثلا سالها بود هم سیاسی خودش بود، تو کوه بودن، پیشمرگه بودن با هم، ولی اونجا کار میکرد. صبح اون اومد که با هم بریم، دید حالم بده، گفت چیه؟ گفتم همچین اتفاقی افتاده به خانمه. گفتم خوشگش زد، با هم رفتیم اداره مهاجرت، دخترم رو معرفی کردیم، برگشتیم، منو برد پیش روانشناس، اونجا معرفیم کرد. دیگه خودش هم نیومد از شدت ناراحتی بگیم مثلا بیاد سر بزن و اینا، فقط تلفنی حرف میزد، نیومد، ولی چیزی هم نگفتم. دکتر به من گفت این کارو بکن، روانشناسم گفت برو به پلیس بگو، جرأت نکردم، گفتم آبرو میره، هم خودم هم دخترم. سالها گذشت که هیچی نگفتم تا 2012 ما رو بیرون کرد، با
به خاطر هیچی هیچی، منو بچه هم بیرون که به خاطر سویچ ماشین، میگفت من سویچ ماشین رو نمیدم ببری تو خواهر و اینا تو سوار کنه، یا مثلا سر کار خودم برنامه گذاشته بودم برای بچه ها. سر این منو بیرون کرد، دیگه منم نرفتم، چون دو سه بار بیرونم کرده بود به خاطر بچه هم میرفتم. دیگه از اون موقع به بعد اومدم بیرون نرفتم و هیچی هم نگفتم. فقط یه بار که رفتیم مثلا یه جایی هست به اسم فامیلیارتون، اونجا داشتم توضیح میدادم، گفتم بهش مشکل من چی بوده، بی‌حرمتی کردم، بی احترامی کردم، حرمتتو نگه نداشتم، دونیم شب رو تحمل نکردم. اون آقا فارس بود، بعد فهمید من چی گفتم، گفت مسئله دونیم شب چیه، به محض اینکه من حرفی بزنم خودش گفتش که میخواد به من و دخترش تهمت بزنه. من دو تا دختر داشتم، اون شک کرد، گفت کدوم دخترش، گفت من و دختر وسطیش میخواد تهمت بزنه. منم هیچی نگفته بودم، همونجا گفتم کاش لال میشدی هیچی نمیگفتی، من که نمیخواستم چیزی بگم، چرا گفتی دیگه. این آقا منو برد اونجا صحبت کرد، دخترم رو برد باشون صحبت کرد. من دیگه الانم تا حالا روم نشده، از یعنی خجالت میکشم وقتی دخترم رو میبینم، نمیتونم ازش سوال کنم ببینم چه اتفاقی افتاد، چی شد. دیگه بعد از اون من نرفتم خونش، ولی ایشون می اومد به خاطر بچه ها، مثلا می رفتم می اومد، حتی کلید خونم رو داشت تا 2018 که فوت کرد. بعد رفته بود پیش مردم، فکر کرده بود من اقدام می کنم، چون اونجا به این گفتن 2018 کی فوت کرد؟ خودش فوت کرد. خودش یعنی شوهرتون؟ پدر بچه هم. ولی خب پس فوت کرد، تموم شد رفته دیگه، شما چرا اینقدر نشستید؟ تموم شد. ولی آی دکتر تا حالا من نمیتونم ایشونو فراموش کنم، نمیدونم نفرت عشق یعنی چی، عشق عشق یعنی چی، این پرد نمیدونم شما به چه مردم بدنام کرد، هیچکی باور نمیکنه، هر کی میگه مثلا جدا شد، آره جدا شده، به هم تهمت زده، در صورتی که واقعا من سال هاست دارم قرص افسردگی میخورم به خاطر این مسئله که برام پیش اومد، برای دخترم پیش اومد، ولی اینقدر من اقدام نکردم. حتی اون موقع هم گفتم من اونا رو فهمیدم. آخه شما یه مشکلی که من اینجا فقط با شما دارم اینه که اصلا این همه اتفاقی که شما میگید درست اتفاق افتاد، دخترتون چرا محکوم کردید وقتی یه مردی خب پس برای چی با دخترتون در افتادید شما؟ در نیفتادم با دخترم. حالا خب پس بنابراین اون روم نمیشه نگاهش کنم، تا حالا به خودم اجازه ندادم بگم چه اتفاقی افتاد. خب اصلا برای چی میخواد چه اتفاق افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاده، شما که اونجا بودی. دکتر این تو ذهن من مونده، اصلا نمیتونم اینو فراموش کنم. خب من چی کارتون کنم؟ مثلا شما برای خودتون تصمیم میگیرید که چیزی رو در من یه نفر رفتم بهم سلام نکرد، من تو ذهنم مونده شبا نمیدونم بخوابم. خب مشکل منه. بعدم شما اصلا شما بعد از اون همه بدبختی که تو کودکی کشیدید، بعد تو ازدواج میگید، اصلا برای چی ازدواج کردید دوباره؟ آیا فکر کردید چیه؟ من آدم سیاسی، من نمیخواستم ازدواج کنم. اینقدر این با حرف زدنش منو قانع کرد، گفتم حالا این آدم سیاسی با خیلی فرق میکنه تو اروپا بود. یعنی من نگفتم فرق میکنه یا نمیکنه، اصلا خوب حالا شما ازدواج، بعد ازدواج، بعد از اون همه ماجراها تو اون شرایط بعد اون سخت جنین با 11 اومدن بچه، بعد دو مرتبه بچه دار بشید، حالا به هر حال شده، حالا اونم که مرده رفته اصلا نمیشید. حالا که اون مرده که رفته تموم شده دیگه، شما برای چی حالا؟ بله ولی من نمیتونم این مسئله رو، هر کی رو میبینم تو این شهر که با اون دوست بودن رفته بهشون مثلا یه جور دیگه، نه آخه شما دارید، شما اصلا از اون، شما الان اونجا کاری دارید یا ندارید؟ بچه هاتون رو بردارید به شهر دیگه. خب آخه همشون اینجا، من دخترام اینجا، بچه ها اینجا نمیان. البته قبلا میخواستم این کار، بچه های کوچکتون رو میگم که جوان اصلا این میان، این نمیان بردارید. آخه شما چرا فکر کنین من و شما اینقدر معروفیم که هر جا بریم من نمیتونم این رو فراموش کنم؟ یعنی خب برای که نمیخواید فراموش کنین، برای که شما همینجوری چه کنم بخوام فراموشش کنم؟ راهی نداری برای که تو ذهنمه لحظه به لحظه، شب و روز میگم خودش رفت مرد راحت شد، ولی همه یه جور دیگه نگاه میکنن به من، مثلا اونا منو نمیشناسن تا موقعی که همه به شما دیبار... عزیز من شما که گوش نمیکنین، اصلا من و شما چقدر مهمی که فکر کنید مردم به ما گوش نگاه میکنن؟ ما چی کاره ایم؟ من هزار بار روی خطای رادیو گفتم تو مهمونی که میرید هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. شما رو فرض تو اینه که من تو خیابون میرم، این خانم اون آقای ایرانی اگر منو ببینه که اصلا نمیبینه، مثلا به من نگاه میکنه، خب چی فکر میکنه؟ فکر کنه که این کسی است که مثلا به شوهرش و دخترش تهمت زده. خب فکر کن به درک چی میشه؟
باور چی به کن، سه ماه برامون بلیط میگرفت، ما رو میفرستاد ایران. من با میومدم شما اینجا رفتی؟ خب زرتو شما هی باز میخواید این داستان رو تعریف کنید، خب ول نمیکنه بله. عزیز. من اگر هی بخوام یه ماجرایی رو جنبه های عادی و معمولی دور برش رو بیارم، خب اصلش هم میاد دیگه. من اگر آمدم گفتم حالا میخوام راجع به پدرم حرف بزنم، وقتی که میرفت سر کار، خب یه موضوع دیگه که با مادرم دعوا میکردم یادم میاد. آقا شما تا برای چه میرید دنبال این موضوع؟ فراموش کنید. من همیشه گفتم میخواید فراموش کنید، زندگیتون رو انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. برای شما در به در دنبال این میگردید که موضوعی پیدا کنید که راجع به اون صحبت کنید، بعدم فکر میکنید من و شما اینقدر مهمیم که تو خیابون که میریم و یه جایی که میریم مردم همه زندگی و فکرهای خودشون و مسائل و مشکلاتشون رو میندازن دور، میافتن به جون من که این کار کرد، اون کار کرد. آخ شما حالتون خوبه؟ آخ اینقدر ما مهمیم؟ مهم خب پس نیستم، ولی خب بالاخره میبینمشون وقتی حرف میزنم میگن نه اصلا پشت میکنن، کسایی که رفت خب آمد بهتر خونه عزیزم. میزنم آخه به شما چه آسیبی میزنه؟ پشت میکنن برای چی؟ اصلا شما بعدم فکر میکنید مردم همه یک میدونن، دو همه احمق و ابلهن که شوهر شما یه حرفی زده اونا میپذیرن؟ تازه اصلا پذیرفتن برگشتن گفتن این خانم توهم میزنه، بیش از این که نیست. خب میزنه. آقای دکتر یه سوال دیگه داشتم. من بعد از اینکه با پدرشون فوت کرد دیگه نمیدونم اون درگیری های قلب بوده یا هر چی، من این دختر و پسرم که الان از این آقا بودن که فوت کرده 15 سالشون، سال یه ما دیگه میشه 16 سالشون، دخترم تو خواب جیغ میزد، بعد یه هم میزنه زیر گریه میگه مامان یه فکرای بدی به دست میده، نمیدونم استرس داره، یه هم نصف شب جیغ میزنه تو خواب بیدار میشه، میرم بغلش. خب میبرید توش دکتر از ده؟ آخه شما چی کارید قربون؟ بردم خب تنها کاری که میتونید بکنید همینه.